توی فعل بازی امروز میخوایم به یه فعل انعکاسی بپردازیم، با یه فعل انعکاسی بازی کنیم. یعنی چی بازی کنیم؟ یعنی تو چهار تا زمان لو پرزان، لو پاس کمپوزه، لام پارفه، لو فوتور سامبل صرفش کنیم. قلقای صرف افعال انعکاسی رو بهتون بگم که خیلی مهمه و این فعل رو تو هر چهار تا زمان باهاش مثال بزنیم، جمله بسازیم تا هم مفهومش رو بهتر بگیریم، هم این چهار تا زمان رو بهتر یاد بگیریم. سلام، کریمی هستم. مهدی کریمی به فعل بازی این هفته خوش اومدید. فعل سلووه، فعل انعکاسی به معنی بلند شدن، پا شدن، که حالا میبینید معانی دیگه ای رو هم میتونه داشته باشه. بریم با زمان حال شروع بکنیم. لو پرزان، فعل سلووه، میدونید افعال انعکاسی از دو قسمت تشکیل شدن، ضمیر انعکاسی و خود مصدر فعل. هر دو قسمت هم باید صرف بشن. حالا قسمت فعل، خود فعل ما اگه گروه اولی باشه مثل گروه اولی ها صرف میشه، اگه گروه دوم باشه مثل گروه دومی ها صرف میشه، اگر هم جز گروه سوم باشه بیقاعده، به همون سبکی که باید به صورت بیقاعده صرف میشه. Je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève. Nous nous levons, vous vous levez, il se lève, elle se lève. میبینید که این فعل توی اول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع، اون اوی ما قبل آخر تبدیل میشه به ای، یعنی یه اکسان گراف میاد روش. چرا اینطوریه؟ من این قضیه رو به طور کامل تشریحش کردم توی ویدیوی گرامومه شماره 3، یعنی درس سوم گرامومه رو اگر برید ببینید من کامل توضیح دادم که چرا افعالی مثل لوه، اشته یا جوته و امثال این قلق کوچیکو توی صرفشون دارن. لو سولی سولو توجور الست، خورشید همیشه در شرق طلوع میکنه. اینجا بالا اومدن خورشید، خورشید در شرق بالا میاد. ما برای طلوع کردن در زبان فرانسه از فعل سولو استفاده میکنیم. ال سولو توجور دو بونور، یعنی همیشه صبح زود از خواب پا میشه. دو بونور یعنی صبح زود. لو پاس کمپوزه، گذشته نقلی افعال انعکاسی که همیشه چالش برای زبان آموزا و همیشه دغدغه است. میدونید که افعال انعکاسی با فعل اتخ پس کمپوزشون صرف میشه، بنابراین ما باید از فعل اتخ استفاده کنیم. صرف فعل اتخ رو بلد باشیم. روش بشه صورت ترتیب کار اینجوریه که ما اول ضمیر انعکاسی رو صرف میکنیم، بعد فعل اتخ رو و در نهایت اسم مفعول یا پختیسیب پسه فعلمون رو میاریم. بنابراین برای فعل سلووه میخواییم وقتی که بگیم من بلند شدم، من پا شدم، میگیم je me suis levé. این ترتیب حفظ میشه: je me suis levé, tu t'es levé, il s'est levé, elle s'est levé. Nous nous sommes levés, vous vous êtes levé, ils se sont levé, elles se sont levé. اما همونطور که میبینید یه نکته ریزی وجود داره. قبل از اینکه مثال بزنم این نکته ریز رو بگم در مورد پس کمپوزه افعال انعکاسی. یک سری از افعال انعکاسی مثل سلووه، خب چون با فعل اتخ صرف میشه سلووه، و میدونید به طور کلی برای افعال غیر انعکاسی اگر فعل با اتخ صرف بشه باید حتما اسم مفعول فعلمون رو در حالت گذشته با فاعل یا سوژه مطابقت بدیم از نظر جنسیت و جمع مفرد میدن. افعال انعکاسی هم با فعل اتخ صرف میشن، بنابراین برای یک سری از افعال انعکاسی، همشون نه، این موضوع در واقع گسترده‌ایه که بعداً توی ویدیوی تشریح افعال انعکاسی براتون خواهم گفت، یک سری از افعال انعکاسی مثل همین فعل سلووه وقتی که در گذشته صرف میشه اسم مفعول یا پختیسیب پسه باید با سوژه مطابقت بکنه از نظر جنسیت و جمع و مفرد بودن. برای همینه که شما میبینید وقتی میگیم ال سلووه یه او آخر لووه میذارم تا از نظر جنسیت با ال مطابقت بکنه، یا نونوسوم لووه یه اس آخر لووه اضافه میکنیم برای مطابقت دادن با نو. به همین ترتیب برای ووووزت لووه و ایلسوسوم لووه
در سوم شخص جمع برای مؤنث هم ال سو سون لووه هم یه او اضافه میکنیم، هم یه اس برای اینکه هم تطابق جنسی بدیم هم تطابق تعدادی یا جمع و مفرد بودن. Les écoliers se sont levés à l'entrée du directeur de l'école. یعنی بچه های مدرسه، شاگردا با ورود مدیر مدرسه بلند شدن. Le peuple s'est levé contre le dictateur. یعنی مردم بر علیه دیکتاتور قیام کردن، بلند شدن. میرسیم به زمان سوم، زمان آینده ساده، le futur simple. ریشه صرف فعل سلووه در آینده ساده هست سو لفغ. لفغ دقت بکنید، افعال گروه اول میدونید وقتی که میخوان آینده ساده شون صرف بشه خود مستر رو به عنوان ریشه در نظر میگیریم، اما برای یک سری افعال گروه اول مثل لووه، مثل اشته، مثل جوته یه استثناء کوچولو وجود داره. توی لووه میبینید ریشه ما تبدیل میشه به لفغ که باز این قضیه برمیگرده به حالت خاصی که این افعال دارن، که باز این قضیه رو من توی ویدیوهای گرامومه توضیح دادم، فعلا توی ذهنتون بسپرید. فعل لووه وقتی میخواد در آینده ساده صرف بشه ریشهش میشه لفغ. حالا شما کافیه دنباله های آینده رو بهش اضافه بکنید و صرف میشه je me lèverai, tu te lèveras, il se lèvera, elle se lèvera, nous nous lèverons, vous vous lèverez, ils se lèveront, elles se lèveront. Nous nous lèverons un peu plus tôt demain matin. فردا صبح یکم زودتر بیدار میشیم، یکم زودتر بیدار خواهیم شد. و زمان آخر ام پخفه ماضی استمراری je me lève, tu te lève, il se lève, elle se levait. Nous nous levions, vous vous leviez, il se levait, elle se levait. همطور که میبینید خیلی راحت ما دنباله های در واقع امپخفه یا ماضی استمراری رو کافیه که اضافه بکنیم به ریشه فعلمون و امپخفه صرف میشه. Hier, la barrière de mon parking ne se levait pas. دیروز اون مانع، اون در ورودی پارکینگ هم باز نمیشد. میبینید که امپخفه در واقع زمانی در گذشته که برای یک مدت زمان در واقع خاصی ادامه داشته اون قضیه. بغیر یا اون در ورودی یا اون در واقع اهرم، اون مانع ورودی پارکینگ من دیروز باز نمیشد، یعنی یه مدت این مشکل براش وجود داشت. اما نکته مهمی که وجود داره برای تمرین صرف فعل و اینکه در این حال ما توی ویدیوهای فعل بازی بتونیم یه جورایی تقویت بکنیم جمله سازی خودمون، اینه که شما جملاتی رو که میتونید صرف بکنید به خصوص تو زمانهای پیچیده‌ای مثل پس کمپوزه این کار رو بکنید. مثلا وقتی که میگیم je me suis levé à 6h، من ساعت 6 بیدار شدم، شما این جمله رو بیاین برای خودتون صرف بکنید. Je me suis levé à 6h, tu t'es levé à 6h, il s'est levé, elle s'est levé à 6h, nous nous sommes levés à 6h, vous vous êtes levé à 6h, ils se sont levés à 6h, elles se sont levées à 6h. می‌بینید که ما این جمله رو اومدیم در هر همه اشخاص، همه حالت‌ها صرفش کردیم. این باعث میشه که زبون شما راحت تر بچرخه برای صحبت کردن، برای جمله سازی و برای رفتن از یک شخص به شخص دیگه. حالا میتونیم کار رو سخت‌تر بکنیم، حرفه‌ای ترش بکنیم. همیشه سعی کنید جملات رو برای خودتون یه جمله رو بگیرید و هی سخت و سخت و سخت ترش بکنید و صرفش بکنید. همین جمله رو من منفی میکنم. Je ne me suis pas levé à 6h. ساعت 6 بیدار نشدم. و حالا همین جمله منفی پس کمپوزه با فعل انعکاسی رو صرفش میکنم. Je ne me suis pas levé à 6h, tu ne t'es pas levé à 6h, il ne s'est pas levé à 6h, elle ne s'est pas levé à 6h, nous ne nous sommes pas levés à 6h, vous ne vous êtes pas levé à 6h, ils ne se sont pas levés à 6h, elles ne se sont pas levées à 6h. می‌بینید که بچه‌ها ساختار نسبتاً پیچیده‌ایه برای صرف کردن، چون یک فعلتون انعکاسیه و دو بخشیه. دو، وقتی پس کمپوزی میشه یه فعل اکسیلیق هم میاد وسط، و سه،
وقتی که منفی میشه دو تا جزء منفی سازم میان وسط. بنابراین همونطور که میبینید ما باید 5-6 تا پارامتر مختلف رو توی صرف جمله دائما باهاشون بازی کنیم، ترتیبش رو حفظ بکنیم، صرف کردنش رو انجام بدیم و ذهن باید آماده باشه، باید تمرین کنید، باید ورزش بدید. تمام جملاتی رو که بچه‌ها من توی این ویدیو در هر چهار حالت براتون مثال زدم در زمانهای مختلف، همه رو میتونید توی اشخاص مختلف صرفش بکنید، چه اونهایی که برای آینده ساده است، چه اونهایی که برای پس کمپوزه است، چه زمان حال ساده و چه امپخفه، همه اینا رو بیاید برای خودتون صرف بکنید. اینجوری بعد از یه مدت براتون راحت میشه توی اشخاص مختلف، اول شخص، دوم شخص، سوم شخص، مفرد یا جمع و زمانهای مختلف خیلی راحت سویچ کنید. برای مثلا آینده ساده از اول شخص مفرد بپرید به دوم شخص جمع بدون اینکه زبونتون بگیره. پس کمپوزه بتونید از دوم شخص مفرد در حالت منفی برید به دوم شخص جمع بدون اینکه زبونتون بگیره. پس تمرین کنید. جمله سازی، صرف جمله در همه حالتها، هم مثبت هم منفی. مرسی از اینکه با فعل بازی این هفته با من همراه بودید. یادتون باشه فعل بازی باید با فعلتون و با جملتون بازی کنید تا زبان فرانسه رو یاد بگیرید. تا فعل بازی بعد، خداحافظ.